بر این خموشی نامرد اگر نفر جام همیشه روسپی مرگ در کنارش باد اشرف غنی زی زمان در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوریش گفته بود که می خواهد زندان جغرافیای مرکزی را از بین ببرد وقتی رئیس جمهور شد نه تنها زندان جغرافی های مرکزی را از بین نبرد بلکه از راه زمین و هوا بر ساکنین این زندان مرکزی حجوم برد تعداد از افراد و اشخاص را به جهت و به موجب به گلوله بست و باعث کشتار مردم شد اولین باری که به با بهسود لشکر کشی کرد مردم در مقابل قوا قرار گرفتن و از قوا به صورت مسالمت آمیز به صورت مدنی و غیر مسلح توقع کردن و خواستن و با اینا دیدار کردن که شما برای چی به بیسود آمده اید اینجا که نه جنگ است نه نه درگیری هست قماندان قوای فرستاده شده به بیسود بر مردم بیدفاع آتشباری کرد یازده نفر را به قتل رسانید سی و چند تن دیگر را مجروح ساخت و یک تعداد را به گروگان گرفت مجروحین را در سرمای طاقت فرسای بیسود در روی برف نگه داشت تعداد از اینا در اثر خونریزی جان باختند و بقیه کسانی که به گروگان گرفته شده بودند شکنجه شدند تحقیر شدند و توهین شدند حیعت بعدا از جانب حکومت اشرف رفت و بعد از بررسی گفت که کسانی که در مقابل این قوا قرار گرفته بودند مسلح نبودند بر قوا حمله نشده بود اشرفغنی وعده کرد که افراد مسئول را به سارن معرفی بکنه نه تنها ای کار را نکرد و مخصوصا قمندان ای عمل شنی را به سارن معرفی نکرد و او را در عوض به یک جای دیگر از تقرر داد چند وقت بعد تیارات جنگی و هلیکوپترها و تیارات بدون سرنشین را به بیسوت فرستاد این تیارات یک مقدار شب و روزی بمباردمان کردند خانه های مردم را ویران کردند تعدادی از افراد بیگناه به قتل رسیدند مجروح شدند و بعد برگشتند یکی از هلیکوپترها در ای جریان سقوط کرد با قول معروف از این هلیکوپتر پیراهن حضرت عثمان درست کردن که جبهه مقاومت این هلیکوپتر را سقوط داده و ما انتقام از این میگیریم اصلا سوال اینجاست که این قوا برای چی رفته بود این قوای هوایی بعد از ختم اولین غایله که گپ نشده بود جنگ نبود تهدید نبود چرا شما قوای هوایی بر اونجا فرستادی؟ برای چی چرا یه قوا رو در یک جای دیگر نمیفرستین چرا با چرخ لوگر نفرستادی آقای احمد زید که زادگاه خودت بود و به دست برادران طالبت سقوط کرد که به بیسود امن فرستادی یک موضوع را می خواهیم که در اینجا با سراحت بیان بکنم و او ای است که مردم در مورد جبهه مقاومت سوالات زیادی مطرح کردند ما می خواهیم بگویم که چرا این قوا تشکیل شد برای چه تشکیل شد این قوا برای ای تشکیل شد که کارت به استخوان مردم رسیده بود از چندین سال است که جلریز به حیث دهلیز مرک برای مردم شناخته شده ازاره ها وقتی از بهسود به کابل میرن و یا بالعکس اینا از موتر پایین ساخته میشن و در سر را سرشان بریده میشن هیچ کسی هیچ کسی دادخواهی نمیکنه با تقاضاهای مکرر مردم حکومت هیچ کار نکرد چند بار پوسته در اونجا انداخت به اصطلاح ولی ولی وقتی پوسته هدف تهدید قرار گرفت اونا را اکمال نکرد این پوسته ها سقوط کردند. افرادی که در این پوسته ها بودن به طرز بسیار فجیه سلاخی شدن های این پوسته ها به طالب تعلق کرد آیا طرح در پشت این قضیه بود نمیدانیم ولی ولی حکومت در اینجا بسیار بسیار احمال بخش داد مسئله دیگه که باعث ایجاد این قوای مقاومت یا جبهه مقاومت شده ورود همه ساله کوچی ها به افغانستان مرکزی است، به هزارستان است کوچی ها در سر راهشان با کوشتانات با چراگاه های مردم اینا تمام مزاره تمام کسار های مردم را زیر پا میگذارند هیچ کسی هم نیست که به اینها بگوید که بالای چشم شما ابروز که شما آنچه که در زیر پای خود خراب میکنین کشزارهای مردم است که قوت لایموتشان را تشکیل میدن هرچی که در اینجا هم به حکومت مراجعه شد که پای کوچی را از افغانستان مرکزی کوتاه بکنین نادیده گرفتند بناا جبهه مقاومت اجبارا ایجاد شد مردم،, مردم دیگه تحملشان خلاص شد تمام شد وقتی شما به کابل رفته نتانین برای خرید مایحتاج وقتی که شما در خانه خود در بیسود مسئول نباشید مزاره شما مسئول نباشه چی میکنین؟ اجبارا برای دفاع از خود صلاح میگیرین و اینا سلاح گرفتن ای یک جانب قضیه جانب دیگه قضیه ای هست که این قوا که تشکیل شد فقط قوای دفاعی بود قوای بود که از مردم دفاع می کرد قوای بود که در مقابل کوچی و طالب می ایستاد با حکومت کار نداشت بر مراکز حکومتی حمله نکرده تهدید برای حکومت نبود دفاتر حکومتی با قوت و به جای خود باقی بود پس شما با چه حق با مردم لشکرکشی میکنین که برای دفاع از خود ایستاده چرا شما به مناطق نمیرین که در اونجا مردم در معرض تهدید تخویف در معرض شکنجه و کشتار طالب قرار دارن چرا شاهراها را مسئول نمیسازید که میاین به بهسود به یک قوای کوچکی که برای دفاع از مردم ایجاد شده شما لشکرکشی میکنین دفاع حق مسلم همه هست و هیچ حکومتی نمیتونه به کسی بگوید که تو از خود دفاع نکن وقتی در معرض تهدید و تخویف قرار بگیر جانب دیگه این خود جانب لشکرکشی حکومت مرکزی آقای چیز است آقای اشرف غنی احمد است جانب دیگه قضیه ایادی ای حکومت است که در بیرون در فیسبوک در تویتر در فضای مجازی هیاهوی را براه ان که گویا جبهه مقاومت به ایران تعلق دارد گویا جبهه مقاومت سلای خود را از ایران میگیره گویا جبهه مقاومت با فاطمیون ارتباط داره هیچ وقت هیچ گاه یک ایرانی به افغانستان نیامده که به جبهه مقاومت کمک کنه یک نفر از جبهه مقاومت به بیسود به ایران نرفته که از اونجا طلب کمک بکنه و هیچ صلاحی را شما در در دست جبهه مقاومت نمی بینین که از ایران گرفته شده باشه در عوض در عوض برادران ناراضی صلاحایشان را از ایران میگیرند ایران به هزارها کمک نمیکنه ایران به هم نژادهای خود کمک میکنه به هم نژادهای غیر هزاری خود و همیشه ای کار را کرده بناهن بدون سند صحبت کردن نادرست است ما وقتی که میگیم طالب از ایران سلام میگیره سند داریم حیات های طالب به ایران رفته حیات های طالب به ایران میره ملا منصور در بازگشت از کجا هدف تیاری بدون سرنشین قرار گرفت امیر المومنین طالبا ایران رفته بود با آقای خامنه ای دیده بود در اینجا میخوایم ای صحبتی داشته باشیم با جوانان مردم خود جوانان ما عزیزان ما میبینین اوضاع حساس است میبینین که از جوانب مختلف بر مردم شما تاخت و تاس صورت میگیرن. چه از راه نظامی چه از راه تبلیغاتی بیاین دست روی دست نگذارین وارد میدان شوین در صحنه تبلیغاتی در صحنه جنگ های روانی علیه دشمنانتان بیستیم بنویسین بگوین صحبت بکنین و نگذارین که ایادی دشمن مسائل نادرست را به خورد مردم افغانستان و منطقه بتن بیاین اقایق را آن که هست اوریان به میدان بکشانید تا تشت رسوایی حکومت اشلفغانی احمد زی از بام به پایین بیفته خاموشی در شرایط فیلی گناه است وقتی شما میبینین که مردم شما چونین بیرحمانه سلاخی میشن و چونین بیرحمانه هدف تبلیغات سو قرار میگیرن در اینجا خاموشی گناه است. ما باید صدای خود را بلند بکنیم با تشکر شما